قرار این ویدیو رو بشنوید و اون چیزی که ازش یاد میگیرید رو روزانه برای مدت 60 ثانیه یک دقیقه یا حتی بیشتر انجام بدید. تکنیک های خیلی خوبی میخوام بهتون یاد بدم. این فقط یک صحبت نیست. نمیخوام اینجا براتون داستان تعریف بکنم. این یک تجربه اثبات شده علمیه و میخوام چند تا تکنیک خیلی خوب باهاتون به اشتراک بذارم پس حتما تا آخر ویدیو رو ببینید یه چیزی مثل هیپنوتیزم یه چیزی مثل NLP یک ترکیبی از چیزهای مختلفی هست که قرار انجام بدید اینجا با من یا حتی بشنویدش برداشتش بکنید و کارهایی که میگم رو انجام بدید و به یک حس خیلی خوبی میرسید یعنی فریکونسیتون فرکانستون به قدری عوض میشه که حتی باورتون هم نمیشه حالا قبل از اینکه شروع بکنیم میخوام یک ارزیابی سریع از زندگیتون بکنید یک نگاه بکنید به وضعیت زندگیتون اگر براتون مقدور هست یک کاغذ و خودکار بیارید یا حتی توی ذهنتون به بخش های مختلف زندگیتون نگاه کنید و بهشون از یک تا ده یه نمره بدید یک یعنی خیلی بد و ده یعنی شرایط خیلی عالی حالا چی چیکار بکنیم؟ اول از همه به سلامتیتون فکر بکنید. از یک تا ده به چه نمره میدید؟ و این فقط شامل سلامتی فیزیکی نیست. سلامتی روحی هم شامل میشه. سلامتی ذهنی رو هم شامل میشه. از یک تا ده چه نمره‌ای به روابط شخصیتون و بعد روابط حرفه‌ایتون میدید؟ از یک تا ده چه نمره‌ای به شغلتون میدید؟ از یک تا ده چه نمره ای به امور مالیتون میدید؟ از یک تا ده چه نمره ای به وضعیت شادیتون میدید؟ حالا اینجا رو خوب گوش بدید. خوب خوب. هر چیزی که توی زندگیتون به دست میارید از نمیدونم درست کردن یه تیک مرغ یا به دست آوردن ده ها میلیون تومن، صدها میلیون تومن به حالت نور و فیزیولوژیکی شما بستگی داره حالت ذهن و بدن که چیزی شبیه به شادی یا انگیزه داشتن یا اعتماد به نفس یا غم یا عشق یا خوشبختی یا هر چیزی هست این حالت ها حالت هایی که تجربهشون میکنیم رفتار های ما رو تحریک میکنن و هر اون چیزی که توی این دنیا به دست میارید نتیجه رفتار هاتونه و این رفتار ها از حالت های ذهن و بدن ما میان. این ویدیو خیلی مهمه حتما بهش گوش بدید حالا بیاییم اینجا یک آزمایش خیلی سریع با هم دیگه انجام بدیم یک آزمایش سریع فکری به زمانی فکر بکنید که احساس خیلی خوبی داشتید یه حال خیلی خوبی رو تجربه کردید اگر دوست دارید همین الان که من دارم حرف میزنم چشاتون رو ببندید و به زمانی فکر بکنید که خیلی خوشحال بودید اولین باری که عشقتون رو دیدید یا اون وقتی که با دوستاتون نشسته بودید میخندیدید حرف میزدید یا سفر رفته بودید یا هر چیزی هر چیزی که باعث شد یک حال خوبی را تجربه بکنید پس ازتون میخوام به زمانی که احساس خیلی خوبی داشتید فکر بکنید و الان دوباره تصور بکنید که اونجایید. ببینید که دورورتون کیان. چی میشنوید؟ اون حس خوبی که اون زمان داشتید رو میخوام دوباره تجربه بکنید. دروبرتون چه چیزهایی رو میبینید؟ چه رنگهایی دارن؟ چه صداهایی میشنوید آدم دارن چی میگن و بعد حالا بیاین بیرون و الان میخوام با خودتون صادق باشید صادقانه به این سوال من جواب بدید این کار این پرشی که همین الان توی چند ثانیه با هم انجام دادیم چه تأثیری روی احساس الان شما گذاشته مطمئنم الان هر کجای دنیا که هستید تو این چند ثانیه‌ای که با خودتون این بازی رو انجام دادین یه کمکی حالتون بهتر شده یه لحظه تو اون دنیا رفتید و برگشتید 90 درصدتون الان بعد حالتون بهتر شده باشه چون الان پریدید از جایی که هستید به اون روز خوب به اون تجربه خوب بعضی از آدما هستن که دائم به من میگن که نمیتونیم تصویر سازی بکنیم من نمیتونم تصویر سازی بکنم و من همیشه بهشون میگم که یک چیز خیلی پیش پا افتاده رو به ذهنت بیار برای مثال نمیدونم رنگ در کابینت تلویزیون خونتون رنگ در کابینت شما چه رنگیه فرمش چه شکلیه دستگیرش چه شکلیه اون خطایی که روشه چه شکلیه هر ویژگی که داره اگر الان میتونی چشاتون رو ببندید و در کابینتتون رو تجسم بکنید یا تو ذهنتون بیارید این یعنی که میتونی تصویر سازی بکنید شما حتما لازم نیست یک چیزی صد درصد شبیه واقعیت رو تصویر سازی بکنید توی ذهنتون تصور بکنید اینو خواستم بهتون اینجا بگم چون خیلی ها ممکنه همین ویدیو وایسن و دیگه ادامه ندن چون که میگن من اصلا نمیتونم تصویر سازی بکنم پس چطوری قراره برگردم برم به یک روزی که حالم خیلی خوب بوده و اون شرایط رو دوباره خلق بکنم اینجا کاری که انجام دادیم از زمانی که یک حس خوبی داشتید یاد کردیم و من ازتون خواستم یک جوری اون شرایط رو خلق بکنید که انگار واقعا اونجایید به این رو تصویر سازی میگن تصویر سازی ارتباطی و یک بخش خیلی مهمی از فیزیولوژی شما تصویر سازی ارتباطیه هیچ آدمی با یک پوسچر و طرز بدن ناراحت و خمیده این حس رو به شما نمیده که خیلی پر انرژیه خیلی حالش خوبه خیلی سرزنده است خیلی شادابه اگر ذهن شما دائما در مشکلات قرقه، دچار بدبینی هستید ناراحتید پرش فکری دارید افسرده اید بدنتون هم این تنشی که در ذهنتون هست رو تجربه میکنه و توی این ویدیو میخوام بهتون یادآوری بکنم که بین ذهن و بدنتون یک ارتباط مستقیمی وجود داره اگر ذهنتون آروم باشه بدنتون هم آرومه و این ارتباط برعکس هم هست شما میتونید با تغییر حالت فیزیولوژیکی بدنتون به افکارتون و همچنین احساساتتون اثر بذارید برای همینه که میگن اگر میخوای یک کسی رو جذب خودت بکنی مجذوب خودت بکنی اگر وارد یک میتینگی میشی حالت بدنت طرز صحبت کردنت اونجور که شونه هات رو قرار دادی پشتت رو صاف کردی یک حالت قدرتی رو توی نشون میده که اعتماد به نفسش رو بالا میبره و بقیه مجذوبت میشن این از همین ارتباط میاد سه تا حالت فیزیولوژیکی وجود داره که قراره با هم دیگه امتحانشون بکنیم قرار شما یادشون بگیرید پس اولین بخش این ویدیو اونجایی شد که قرار هر زمانی که حس کردی حالت بده بیای سریع ترین جامپ و پرش رو انجام بدی و یک جایی بری که احساس بکنی حالت خیلی خوبه پس این اولیش بود این ستا کار رو قرار انجام بدید شاید براتون خیلی مسخره به نظر بیاد ولی طبق مطالعاتی که انجام دادن فهمیدن که این ستا حالت از حالتهایی هست که تاثیر خیلی زیادی بر روحیه و افکار شما داره و شما رو میتونه انجام دادن این کارها در 60 ثانیه حالت ذهنیتون رو از یک حالت بد و ناراحت به یک سطح خیلی بالاتری از انرژی ببره اولین حالت رو بهش میگن حالت زن شگفتانگیز یا واندر وومن که عکسش رو هم الان دارید اینجا میبینید یک خانومیه که دستش روی پهلوهاش گذاشته این کار انجام دادنش برای 60 ثانیه حالت ذهنی شما رو تغییر میده به طور کامل حالا لازم نیست توی خیابون انجامش بدید توی خونه انجامش بدید حالت دوم اینه که دستاتون رو بالا بگیرید بهش میگن حالت زنده ماندن یا staying alive برای سی ثانیه تا یک دقیقه این کار رو انجام بدید تاثیر داره روی مغزتون و حالت بعدین هستش که دستانتون رو به پایین و کنارتون قرار بدید و صاف بیستید. تحقیقات انجام دادن روی این سطح حالت و دیدن چون بین ذهن و بدن رابطه مستقیم وجود داره و این دوتا روی همدیگه اثر خیلی زیادی میذارن اگر نمیتونید ذهنتون رو کنترل بکنید و فقط میخواین حالتون رو تو 60 ثانیه بهتر بکنید فرکانستون رو بالاتر ببرید یا اون کاری که اول ویدیو گفتم رو انجام بدید یا این سه تا پوزچر و سه تا طرز حالت بدنی رو انجام بدید میتونه تاثیر مستقیم روی ذهن شما بذاره همه این حالت ها تصویرسازی ذهنی که بهتون گفتم و به حالت های فیزیکی و صحبت هایی که در درونتون انجام میدین در کنار هم حالت نوروفیزیولوژیکی شما رو تشکیل میده و این حالت به نوع خودش تاثیر مستقیمی بر رفتار شما و نتایجی که توی زندگیتون به دست میارید داره و این اثبات شده است ثابتش کردن حالا این کارا رو انجام دادید بعضی هم ممکنه که بگن اینا چرت و پرته مگه ممکنه که روی من اثر بذاره اصلا همچی چیزی نیست حالا میخوام تو ثابت بکنم که این درسته یا غلطه قرار با منی تمرین دیگه ای انجام بدید همین الان یاد بدترین اتفاق زندگیتون بیافتید یاد چیزی بیافتید که باعث ایجاد ترس و وحشت در شما میشه بهش فکر بکنید به اون چیزی که همیشه شما رو نگه داشته از رسیدن بهش فکر بکنید حالا ازتون میخوام از یک تا ده بهش نمره بدید یک یعنی که کمترین تاثیر روتون گذاشته کمترین استرس رو داشتید و ده بیشترین استرس رو داشتید از مرور کردن این خاطره صد درصد الان چون به یادش آوردید همه تون دارید اون تنش رو تجربه میکنید حالا یا کم یا زیاد ولی دارید تجربهش میکنید این یکی از نتایج تحقیقاتی که انجام دادن حالا که عدد اون استرسه یا مانعه رو توی ذهنتون مرور کردید شروع بکنید اطراف دستاتون رو به آرومی نوازش بکنید چشماتون رو اینجا ببندید همین الان سعی بکنید ذهنتون رو آروم بکنید و تصور بکنید که در حال قدم زدن در کنار یک ساحلید و با هر قدمی که برمیدارید با من بشمارید یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده چشماتون رو بسته نگه دارید و همچنان طرفین دستهاتون رو به آرومی نوازش بکنید. حالا قرار چشماتون همونطور که بسته هستن، چشماتون رو به سمت چپ ببرید و بعد به سمت راست بیارید. پلکاتون بسته باشه، فقط چشمها رو حرکت بدید. به سمت چپ حرکت بدید، به سمت راست بیارید. این حرکت چشمها به شما کمک میکنه. که از اون شرایط استرس و حس استرسی که در درونتون وجود داره فاصله بگیرید همونطور که دارید دستهاتون رو همچنان نوازش میکنید حالا به زمانی فکر بکنید که در حال خندیدن با دوستاتون بودید یک لحظه خوشی که احساس شادی میکردید بهش برگردید و احساس بکنید که دوباره الان توی اون لحظه اید چه چیزی میبینید؟ چی میشنوید؟ چه حس و حالی دارید حالا دوباره همونطور که چشماتون بسته هستن چشمتون رو به سمت چپ حرکت بدید و بعد به سمت راست بیارید و در این حین دوباره اون لحظه رو بازسازی بکنید و این کار رو ادامه بدید تا زمانی که حس خوبی که تو اون لحظه داشتید رو به تمام بدنتون منتقل بکنید حالا به عددی که اون ابتدا برای اون سطح استرس و مانع در نظر گرفته بودید دوباره فکر بکنید. این عدد باید کمتر شده باشه. یکی از نتایج جالبی که توی مقالات این تحقیق نوشته شده اینه که افراد بعد از این تمرین کاهش قابل توجهی تو میزان سطح استرسشون دارن اگر احساس کردید که استرستون همچنان باقیه و تنش دارید دوباره برگردید و این تمرین رو انجام بدید و اینقدر انجام بدید تا زمانی که اون کاهش استرس رو احساس بکنید این تکنیک به شما کمک میکنه که با استفاده از تصویرسازی و حرکت های فیزیولوژیکی که انجام دادیم و تمرکز روی لحظات مثبت استرستون رو کم بکنید و ذهنتون رو آروم بکنید اگر احساس میکنید که به تمرین بیشتری نیاز دارین دوباره برگردید و این کار رو انجام بدید و هیچ مشکلی نداره هر چقدر که این تمرین ها رو بیشتر انجام بدید اثر اونها روی حالتهای روانشناختی و فیزیولوژیکی شما بیشتر میشه و بهتون کمک میکنه که خیلی سریع روی استرس و استرابتون قلبه بکنید و این باعث میشه که فرکانستون بالا بره و بتونید توی 60 ثانیه حالتون رو به یک حال خیلی بهتری تبدیل بکنید این تمرین که بهتون گفتم هر کدوم که خواستید انتخاب بکنید با توجه به روحیاتتون با توجه به شرایطی که دارید و در طول روز چندین بار انجامش بدید اینقدر انجامش بدید که حالتون خوب بشه که بتونید ذهنتون رو کنترل بکنید توی شست ثانی خودتون بدون نیاز داشتن به یک منتور یا به یک آدم دیگه میتونید به یک استادی تبدیل بشید که اون پرش رو توی زندگیتون میتونید تجربه بکنید خیلی راحت میتونید ذهنتون رو تو دستتون بگیرید و اجازه ندید که پرش ذهنی داشته باشید یا اینکه آشفتگی های ذهنی رو تجربه بکنید این تکنیک ها اثبات شدن یک عالم راجبشون مقاله نوشته شده یک عالم از پزشکان به خصوص رفتار شناس ها روی این ستا تکنیک به خصوص تاکید دارن برای اینکه بتونید توی 60 ثانیه فرکانستون رو و ارتعاش مغزیتون رو تغییر بدید و با تغییرش بتونید خودتون رو همسان بکنید برای به دست آوردن خواسته هایی که دارید وقتی که انجامش دادید برام تو کامنت بنویسید که از کدومش خوشتون اومده و باشون استید ارتباط برقرار کنید